به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، نیروهای وفادار به بشار اسد در ادامه تهاجم علیه مخالفان مسلح در منطقه مرزی با لبنان روز دوشنبه روستای باستانی مسیحیان معلوله در شمال دمشق را از مخالفان مسلح بازپس گرفت. ارتش سوریه روز دوشنبه همچنین روستای سرخه در شمال دمشق را تصرف کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا این خبر را تایید کرده است. تصرف این دو روستا یک روز پس از آن صورت گرفت که نیروهای نظامی سوریه با حمایت حزب الله لبنان شهر رانکوس در این منطقه را تصرف کردند. تهاجم دولت سوریه علیه مخالفان از ماه نوامبر سال گذشته در قلمون در نزدیکی مرز لبنان آغاز شد. نیروهای نظامی بشار اسد توانستند مناطق مختلفی را که در کنترل مخالفان بود بازپس بگیرند و برای قطع مسیر تدارکاتی مخالفان به دمشق تلاش کنند. به گزارش رویترز، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در دانشگاه دمشق گفت پیروزی‌های اخیر ارتش علیه مخالفان که وی آنها را تروریست‌ها می‌خواند نقطه عطفی در بحران 4 ساله آن کشور است. در همین حال احمد جربا به دعوت مؤسسه امور خارجه چین در رأس هیئتی از روز 15 تا 18 ماه آوریل جاری از چین دیدن خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت احمد جربا رئیس ائتلاف مخالفان و نیروهای انقلابی سوریه با وزیر امور خارجه چین و معاون وی دیدار و گفتگو خواهد کرد. چین تمایلی به حمایت از طرف خاصی در بحران سوریه نشان نمی‌دهد و دولت بشار اسد خواسته است با مخالفان گفتگو کند و به نیاز تغییرات سیاسی پاسخ دهد. پکن تا کنون میزبان نمایندگان دولت و مخالفان سوریه بوده است. در ادامه تلاش بین‌المللی برای نابودی زرادخانه سلاح‌های شیمیایی سوریه، سازمان بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی روز دوشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد دولت سوریه 13 محموله سلاح‌های شیمیایی خود را در بندر لازقیه تحویل داده است. با این حال این سازمان از دولت سوریه خواست به این روند سرعت بخشد و تا تاریخ تعیین شده در روز 30 ماه ژوئن کلیه تجهیزات و سلاح‌های شیمیایی خود را تحویل دهد. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.